یعنی تایید میکنن شما؟ آره، همه میان پارلمان از من تایید میکنم. وقتی که من رو صحنه میرم بهشون میگم من تنها کاندیدایی هستم که برنامه اقتصادی دارم. اونا ندارم. اونا هیچ که ندارم. بهشون هم میگم که در اگر میخواید دنبال رفیق بازی و سیاست پارتی و اینا میخواید هستن زیاد. ولی اگه کار میخواید، اگر میخواید آینده داشته باشید، اینجا هم نجات بدید. نجات بدید و اقتصاد به وجود بیاریم که ریسیشن پروف است. که دیگه بالا پایین نمیتونه بره، فقط برای همه، برای آینده چیز هست، به من رأی بدید. و منم بهشون میگم من تنها کسی هستم که براتون کار به وجود میارم. و سلوگن شعار شما، شعار منم شغل، کار، کار ایجاد میکنه. آره، کاواری فار گورنر، جابز فار فلوریدا. خب ایرانی های مقیم اون منطقه الان آمین شما شدن بعد کافی، یعنی راضی هستی یا هنوز نه؟ هنوز نه به اون صورت. میگن همیشه هنوز اونطوری که بایستی کمک بکنن هنوز نشده. خب ستادهای انتخاباتی رو تشکیل دادی؟ بله، همه هستن و خیلی بچه ها هر روز از همه امریکا برای من نامه میاد که من چی کار بکنم که شما انتخاب بشید. اگر برید تو وبس تو اسم منو گوگل کنید یا کاواری فور گورنر گوگل کنید، ببینید چقدر مقالات نوشته شده. این موضوع بانکی در همه جا انعکاس داشته. در کالیفرنیا مثلا مقاله نوشتن که اگر بیان فردا بانک دولتی کالیفرنیا رو بزنن، همه با پول بهره که دولت کالیفرنیا داره میده به بانک‌ها، میتونن همه معلم‌ها را با حقوق 60,000، اونایی که بیکار هستن با حقوق 60,000 دلار در سال استخدام کنن و به اضافه 4.5 میلیارد دلار دیگه صرفه جویی کنن. این کالیفرنیا داره میگه. کالیفرنیا میگه. کالیفرنیا. شرطتونو به آقای شوارتزنگر عرضه کردی؟ هنوز مستقیما نکردم. مستقیما نکردم. قرار بود در سه هفته پیش در یکی از مصاحبه رادیویی که از کالیفرنیا پخش شد و عنوان آن It's Rain Making Time هست، اونجا 2 ساعت رو برنامه بودم. خانم الن براون که یکی از طرفداران این برنامه بانکی هست اونجا بودن و گورنر ورمانت هم اونجا بود و آقای شوارتزنگر هم بنا بود بیان که نیومدن. ولی الان این برنامه اینقدر توجه پیدا کرده، مایکل مور میگه بایستی بانک دولتی زد. آقای بیل ستیل که یک نفر دیگه مثل آقای مایکل مور ولی به اون اندازه معروف نیست، اونم مرتب داره این حرفا رو میزنه. وقتی اونم فیلم ساخته بود، یه فیلم مستند، جوایزی هم گرفت. آره، جوایز لاس وگاس برد، در فلوریدا برد. در فلوریدا، بله بله. همه طرفداران این پروژه و این طرح و خب میدونم پیاده بشه، چون اونجوری که ایشون توضیح میده و آدم واقعا وقتی میخونه متقاعد میشه که راه حل ایشون راه حل درستی است، یعنی نتیجه میده، جوابگوست. و من نمیدونم چرا اینقدر تعلل میشه. شاید به این خاطر آمریکایی‌ها از تغییرات خیلی وسیع میترسن. ببینید اینجا عدد هست، اینجا یک علم ثابتی هست، دقیقی هست. عدد دروغ نمیگه. عدد وقتی بگن شما دروغ نمیگه. وقتی شما بگن 2 تا سیب دارین، این 2 تاست، یکی نصف نمیشه. درسته؟ درسته. اینم اینجا همه حسابا شده و تقریبا عدد صحیح رو ما به وجود آوردیم که چجور چیکار کنیم که همه نفع ببرن. بانک بایسی وسیله باشه که مردم بتونن زندگیشون بگذره، بتونن به راحتی زندگی بکنن و پول چیزی دیگه نبایستی باشه جز اینکه داد و ستد بشه و به وجود بیاره این کارهایی که مردم میخوان بکنن، آسایش داشته باشن، خونه داشته باشن، آینده داشته باشن. یعنی من اصلا تصورش برام دردآوره که ببینم یک دانشجویی که میره یکی بچلر دیگری میگیره، وقتی بیرون میاد با 2300 دلار بدهکار باشه با 6% بهره و بیرون هم میاد کاری نداره، این چجوری میتونه زندگی کنه؟ تازه کارم بگیره بعد باید قسطا رو بپردازه قسطا رو بپردازه حقوق 10 دلاری در ساعت.
نمیتونه اصلا زنده بمونه. کاملا درست. ما میخوایم کجا بریم با این کارا؟ اصلا باید آدم فکر بکنه یک ذره چقدر آدم میتونه یکی را بچاپه. درست. و متاسفانه همین دیگه کازینو کاپیتالیسم همینه. ولی ما بایستی بچه‌هامون رو به دانشگاه بفرستیم، آمادهشون کنیم که خیالشون راحت باشه وقتی که بیرون اومدن با معلوماتی که دارن به نفع ملت و مملکت به کار ببرن، زندگی خودشون رو بسازن. من حتی پیشنهاد میکنم که در آینده هر یکی که یک رشته میخونه تحصیلاتش مجانی باشه، اونی که دوتا میخونه حقوق هم بهش بدیم، و اونی که سه تا مدرک میگیره به عنوان حقوق یک سی او یک رئیس کارخونه بهش حقوق بدیم. چون این شخصی که سه تا رشته را بخونه میتونه معجزه بکنه. برای مثال شما اگر جراح قلب بودین درست. و شما به یک نتیجه رسیدین که میتونین قلب مصنوعی بسازین، ولی از مهندسی هیچی حالتون نیست چه کار میکنین؟ بسی هر روز بدین پیش یک مهندس، اون مهندس هم از طب هیچی حالش نیست، خیلی طول میکشه. ولی اگه شما مهندس بودید و دکتر جراح قلب هم بودید میدونستید این خود ساده تر. نه درست بگید کاملا. خب حالا گفتید تعداد بیکاران چقدر در فلوریدا؟ 1,000,000 نفر. این 1,000,000 نفر رو اگر بشید فرمودار ظرف چه مدتی؟ اولین کاری که میکنم در سال بله در سال اول 200,000 تا شغل به وجود میاریم ظرف سال اول، و در سال سوم ما باید کارگر از خارج فلوریدا وارد کنیم یا شغل رو بیرون بفرستیم. اینا حساب شده از همه و شدنی. یکی از اشتباهاتی که همه ایالت های دیگه میکنن، میرن پول میدن به شرکت ها و میگن که آقا این 600 میلیون دلار به شما میدیم، شما کاری که میکنید برای ما 1,200 تا شغل به وجود بیاره. ولی وقتی که اینا درست تولید محصولات رو تولید کردن، بازاری وجود نداره. حالا درست. بانک منجمد شده، وام وجود نداره، کسی جز 1,200 نفر کسی شغلی نداره. ولی وقتی که آره ولی وقتی که شما این بانک رو بزنید و به عنوان گورنر اعلام بکنید که سال 2011 وقتی که چیز شروع میشه، کاش که میشه زودتر که من 500,000 تا سولار سیستم از شما میخرم، از دولت میخره و به مردم میده، شما فکرش کنید همه کارخونه های دنیا سعی میکنن بیان در فلوریدا سرمایه گذاری کنن، و مخصوصا که بهشون میگیم ما از اونایی میخریم که در فلوریدا تولید بشه. خب حالا ببینم، میخواید بشید فرمانده؟ خانمتون موافقه؟ خانمم خیلی حمایت میکنه، یعنی همیشه در زندگیم بزرگترین حمایت هم بودن. اگر ایشون نبودن من نمیتونستم بکنم. من اصلا لنگم اگر جایی برم که همراهم نباشه. چند سال ازدواج کردی؟ والا الان 26 سال میشه. 26. کجا آشنا شدی؟ در کولومبوس اوهایو. در آمریکا. آمریکا. در آمریکا آشنا شدی. آره. از همه جای دنیا در کولومبوس. پس ایشون موافقن. بله. خب اما همینان هم چرا آقای فرماندار این راه دراز رو آقای خاوری، آمریکایی‌ها میگن خاوری ها؟ خاوری. خاوری. چرا آقای فرید خاوری این راه دراز رو اومده کالیفرنیا؟ یک برای تبلیغ نظرات خودش، فرضیه‌های اقتصادی خودش که به نظرم خیلی حائز اهمیته. دو، برای اینکه از طریق ما هموطنانمون رو در فلوریدا متوجه بکنیم که شخصیتی مثل آقای خاوری به میدان آمده، و خب وظیفه ایرانیاست که اگه کار داوطلبانه ازشون برمیاد انجام بدن. البته مختص فلوریدا هم نیست، در تمام آمریکا میتونید این کار رو بکنید و بعد حمایت بکنید، چون از این دسته دیگه حمایت خیلی مهمه. ایشون رقیب خیلی سرسخت و گردن کلفت داره. خانم چی اسمش؟ خانم الکسینگ. الکسینگ. بله. از حزب دموکرات.